دوستان گرامی، مشیدی هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز جمعه است و 17 از ماه آگست. خدمت شما اعلام کرده بودم که روزهای دوشنبه و سه شنبه خدمتتون هستم، روزهای چهارشنبه و جمعه تا اطلاع ثانوی به علت گرفتاری خدمتتون نیستم. دوستان پیشنهاد کردن که این دوشنبه و سه شنبه خیلی به هم نزدیک، فاصله ها بسیار می شود، بهتر از دوشنبه باشد و جمعه که پذیرفتم. آمدیم امشب وارتان هم خبر داشت از ساعت 1 اینجاست، وارتان گرامی، و نمیدانست که اصلا ما میایم امشب. این است که یک مقداری در واقع کنفیوژن شد، به قول معروف خدمتتون هستم و با یک بانو صحبت میکنیم امشب و یک خاطرات بسیار بسیار شگفت انگیزی که کودکی رو با پدر و مادر به زندان بردن. اجازه فرمایید که یک غزل از سعدی خدمت شما بخوانم. میفرماید: هر کسی را نتوان گفت که صاحب نظر است، عشق بازی دیگر و نفس پرستی دیگر است. نه هر آن چشم که بینند سیاه است و سپید، یا سپیدی ز سیاهی بشناسد بصر است. نه هر آن چشم که بیننده سیاه است و سپید، یا سپیدی ز سیاهی بشناسد بصر است. هر که در آتش عشقش نبود طاقت سو طاقت و سوز، گو به نزدیک مرو کافت پروانه پرست. گر من از دوست به نالم نفسم صادق نیست، خبر از دوست ندارد که ز خود با خبر است. شربت از دست دلارام چه شیرین و چه تلخ، بده ای دوست که مستسقی از آن تشنه تر است. من خود از عشق لبت فهم سخن می نکنم، هرچ از اون تخترم گر تو بگویی شکر است. دست سعدی به جفا نگسلد از دامن دوست، ترک لولو نتوان گفت که دریا خطر است، یعنی خطرناک است. خدمت شما عرض کنم که 30 سال هست که از این نمایش عجیب غریب و شگفتانگیز، از این کلاهبرداری بزرگ در حق ملت و از این جنایت بزرگ در حق بشریت می گذرد و هر سال هم نمایشی جدید به میان می آید. واقعا شگفت انگیز است که چگونه اینها هر نوع در واقع ابعاد فاشیسم رو با ترفندهای دینی به هم آمیختن، یک ملغمه عجیب و شگفت انگیزی به دست دادن که نظیرش در تاریخ واقعا نبوده. یعنی شما هر خصلتی رو در یک حکومت فاشیستی میتوانید سراغ کنید، که این فاشیسم هم در ابتدای قرن 20 شهرت یافت در این رژیم میبینید، به علاوه ترفندهای آخوندی، ترفندهای دینی که در اونها نبوده، حالا اگر ایدئولوژیک هم بودن بدین وجه نبود. فاشیسم هیتلری متکی بود بر نجات پرستی. در واقع اون عمقی رو که بایست در جامعه آلمان نداشت. در جامعه آلمان نجات پرست پیدا نمی شد. قبل از هیتلر کسی سخن از این نمی گفت چه کسی یهودیست چه کسی نیست. مطلقاً و ابداً تو این عرض میکنم جامعه آلمان هیچ از این صحبت ها نبود، تا اینها آمدن و در واقع در بدترین و تیده ترین بعد آلمان ها رو برکشیدن. در هر جامعه میشود هر از این کارها کرد و عده‌ای به دنبال اینها راه افتادن. شما اگر نگاه بکنید، یاران هیتلر، کسانی که همراه او هستن و آدمکش‌های او هستن، بزرگان قومش از اشراف آلمان نبودند، در واقع لات و لوت ها بودند. اینها اجامر و اوباش اون جامعه بودند به هر صورت که آمده بودند. و اینها، من مطمئنم که اگر هیتلر به کشورهای دیگر حمله نمی کرد و جهان رو درگیر اون جنگ هولناک نمی کرد،
این جنایاتی هم که در حق ملت آلمان میکند انجام میشد، دنیا هم کاری به کار اونها نداشت. به گونه‌ای رفع و رجوع میکردن. اینقدر هست که این مرد بسیار بسیار خطرناک جهان رو درگیر جنگ کرد و همه دنیا به وحشت افتاد که اگر این مرد و سپاه او و سیستم او پیروزی به دست بیاوردن با دنیا چه خواهند کرد. این است که همه قوای کشورهای دموکراتیک در واقع دموکراسی اون روزگاه به جریان افتاد. آمریکا و انگلیس رو عرض میکنم، همه کشورهایی که تحت استعمار انگلیس بودند و روسیه، وقتی شما مقایسه بکنید خاک آلمان رو در قیاس با خاک آمریکا و روسیه رو، هم خنده آور میشه که یک کشوری بدین درجه از کوچکی بتواند که این کارها رو انجام بده تا بتواند او رو شکست بده. من مطمئن هستم اگر که از سبب که این هیتلر مناسباتی بین آدمیرالیش رو خوب میکرد و همین جنایاتی که در سرداش در حق مخالفان و در حق یهودیان انجام میداد، دنیا هم ممکن بود از کنارش رد بشه. و این سر و صدایی هم که در جهان به راه افتاده است و این تحریم ها هم، نه اینکه بخواد کسی کمک مردم ایران بکنه، نه، میترسن که یک همچون وضعیتی پیش بیاد دوباره. یعنی همین داستان اتم و بعد رقابت های اتمی در منطقه و بعد گرفتاری های بزرگتر، این هست که دنیا توجه کرده است دوباره به ایران و موضوع تحریم ها و مطرح شدن شخصیت های رژیم، آدم های مثل احمدی نژاد. شما فکر کنید که چه آدمی با چه کیفیت و حالی آمد 8 سال، امروز پنداری مطلق نبوده چون یک بازیگر خیلی 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 کوچکی بوده، اما چون به عنوان رئیس جمهور ایران بوده و مثلا سیاست های رژیم رو در دست داشته یا مدیریت میکرده، همه جا عکسش بود، اخبار بود. این همه نه به خاطر او بود، به خاطر نگرانی جامعه جهانی است از وضعیت امروز ایران در راستای اتمی شدن. وگرنه اگر آخوندها 10 میلیون آدم ایرانی را میکشتن، به خاک میسپاردن همونطور که کردن، ده ها هزار میگویند، جامعه جهانی هم ساکت بود. مقصود این که تنها راه چاره در واقع و رها شدن از این مصیبت بزرگ در دست ملت است. ما نگاه به جایی نبایستی داشته باشیم و امیدی به جایی که اساسا چنین چیزی میسر نیست. واقعا این آقای عرض کنم که رئیس جمهور جدید، این آمده است و وزراش رو معرفی کرد. یه آقای عرض میکنم که رئیس دادگستری دارد، وقتی که آدم سوابق اینها رو نگاه میکنه، تیمورپور محمدی رو عرض میکنم، یادم از هیتلر افتاد. لطفا تصویر هنچمنای هیتلر رو لطف کنی ببینید، اینا آدم ها بودن که برای هیتلر کار میکردن. اون عرض شد که اون شخصیت بالا سمت چپ آقای گورینگ هست، یکی از کارگزاران مهمه هیتلر و فرمانده نیروی هوایی در جنگ اولم خلبان بود. اون دست راست در واقع بله در طرف راستش هیملر هست، این رئیس همه کشتارگاه ها بود، رئیس اس اس بود، این ابتدا مرغ و جوجه پرورش میداد و بعد بزرگترین آدم کش، یکی از منفورترین آدم های تاریخ هست. از باز به طرف راست حرکت کنین، اون آقای هایدریخ هست که هیتلر میگه من این مرد رو دوست دارم چون داره قلب آهنی نیست. این آقای هایدریخ در واقع اون چه فاینال سولوشن گفته میشود، راه حل آخر برای از میان بردن یهودیان اروپا، دست اون آقا بود. و بعد بعض مورخان نوشتن که یک کسی به او گفت در تبار یهودی هست، میامد مشروب میخورد مقابل آینه و گریه میکرد که چرا چنین چیزی به من گفتن یا نکند صحیح باشد. و در واقع دست راست که برسیم رابرت شپیر هست که این بزرگترین آرشیتکت‌ها بود در روزگار هیتلر. و سمت پایین هم آقای رودولف هس هست و اون یکی دکتر منگل بهش میگفتن، دکتر تشکیلات همین هیتلر بود که با بچه ها تمرین میکرد. در واقع جنایات عجیب. و آیشمن در دست راست صفحه پایین آقای
آیشمن هست، اینها آدم های هیتلر هستند و تعداد خیلی زیادی دیگه. چون یک بنگره میبینیم رژیم پربرکت جمهوری اسلامی از این آدم ها داره، از این آدم ها داره. لطفاً آقای لاجوردی رو نشان بدیم به عنوان مثال. بله ملاحظه کنید آقای لاجوردی، ببینید از ظاهرش میشود به باطنش پی برد که این چگونه آدمی است و چگونه آدمی بوده و چه جنایاتی کرده. ما نمیتوانیم بگوییم که از جنایتکارای نازی این بهتر بوده، من فکر میکنم هزار بار هم بدتر بوده. تصویرهای دیگر هم ازش اگه دارین لطفا از آقای لاجوردی. بله بله این آقای لاجوردی است و پادو بوده در اون ماجرای خرداد 42 پادویی میکرده که 2 سال هم زندان رفته. حیف زندان، حیف زندان واقعا. و آقای خلخالی، اینا بله ملاحظه کنید اینا آدم های روح الله الموسی بالخمینی هستن، به جان مردم ایران انداختن. در روزگاری که در قوم بوده میگن گربه ها رو خفه میکرده. بازم تصویر خلق بفرمایید، مردم کردستان رو دارن قتل عام میکنن به فرمان خلخالی. شما ببینید که عدالت به چه وجهی بوده و مردم ما چگونه سرمست پیروزی انقلاب بودن و امیدی به آینده که نمیدیدن خمینی چه آدمی است و در پس ذهن او چه میگذرد و اینها که هستن آمدن. و بعد هم همین آقای وزیر رو بفرمایید، این آقا یکی از جنایتگران تاریخ است، یکی از جنایتکاران تاریخ است. اینها هیچ به هیچ وجه من از دست کمی از بله یه 3-4 سال قرآن شرعیات خوانده در قم، حالا وزیر دادگستری. شما ببینید آخر یک زمانی دکتر یگانه، مرد بزرگ، روشنش داستان کل ایران، سر صدا در آمده بود که آقا ایشون صلاحیت نداره، در حالی که دکتر یگانه رو کسانی می‌شناسن میدانن چه مرد فاضلی بود، چه انسان بزرگوار شریف و نجیبی بود. دکتر ناصر یگانه که خودشو کشت در همین واشنگتن از شدت فقر و تنهایی. این پور محمدی رو یک بار دیگه لطفا نشون بدید. 2-3 سال در قم قرآن شریعت خوانده، ضرب از زیدون عمرون کرده، بعدم شده آدم کش. همین آقای پور محمدی رو لطفا. بله این آقا فقط، حالا من میخوام چه نتیجه بگیرم از این آقای نخست وزیر ایجاد؟ به آخوند جماعت اعتماد نمیشود کرد. هر کس به آخوند اعتماد کرده بیچاره شده، زندگیش از دست داد. این آقا به اتفاق نیری و اشراقی، اینها کمیته مرگ هستند در جهان، اینها رو کمیته مرگ میشناسند. فرستادن این ستن رو به زندان ها که ببینید که چه کسی سر موضع هست. اشراقی و نیری، یکی از اونها داستان بود، یکیش قاضی. اما اعدام به تشخیص این می شده، برابر مقالاتی که من خوندم و یه تحقیق کوچکی کردم امروز که میخواستم خدمتتون ببینم که این آقا سوابقش چیست، یعنی این نماینده وزارت اطلاعات بوده. وزارت اطلاعات میگن 16 17 یا 18 دایره مختلف از جاسوسی برای مردم. شما میدونید که اطلاعات و ضد اطلاعات در این کشورهای تقریبا توسعه نیافته، نمیگم عقب مونده، در رژیم‌های دیکتاتوری فقط ابزار دست دیکتاتورها هستن برای سرکوب مردم، برای سرکوب ملت. این نماینده بوده و این تشخیص میداده که ها کنه ما رو بکشید. شیخ منتظری در اون افشا کرد، در واقع در اون خاطراتی که نوشته است میگوید من اینا رو خواستم، گفتم آقا چرا میکشید، چرا بچهای مردم رو میکشید؟ یک عده از اینها زندانیشون داره تمام میشه، یه عده تمام شه، قرار بود مرخص بشوند و اینها. گفتن نه چیزه، ما باید بکشیم و دستور امام است و اینها، امام. و بعد ما 750 نفر رو کش. گفته آقا ماه محرم نکشین، اقلا این ماه محرم رو دست نگه دارین. الان نمیدونم 10 محرم است، 8 محرم است. منتظری گفته است به این ستا، به این ستا جنایتکار. گفتن نه، ما نیری گفته ما 750 تا رو کشتی، 250 نفر یعنی آماده کردیم برای کشتن. آقای منتظری ما اینا رو میکشیم، حالا ببینیم بعد چی میشه.
این آقا میخواد عدالت در ایران بگستراند، همین آقا. شما تصور بفرمایید که اگر این رژیم سرنگون بشود، که سرنگون خواهد شد، حالا بنده نمیدانم که، اما از میان رفتنش قطعی و حتمی است. فرض کنید آقا زنده باشه. یه ایرج مطبوعی داشتیم، سرلشکر، بیچاره تقصیر هم نداشت، ارتشی بود، در همون موضوع عرض میشود که مشهد و داستان نمیدونم کشف حجاب یا کلا، بهلول نامی جمع کرده بود و علیه فرمان رضا شاه اقدام کرده بود. اینا یه تلگرافی برای این فرستاده ساعت 3 نصف شب، ای مطبوعی فلان به فلان، پس تو چه چیزی میخوری؟ اینم صبح پاشون اومده مسلسلا رو گذاشته و اینها. حالا گروه گفتن 30 نفر، گروه گفتن 40 نفر، یه ده گفتن 100 نفر کشته شدن در اون صحنه رضا، امام رضا، مالک خراسان. بعد از نمیدونم چند سال این بابا رو گرفتنش، دوچار فراموشی بود بیچاره بدبخت، گرفتن بودن تیربارونش کرد. دو سه نفری که در این وزرای پیشنهادی این آقای روحانی بودن که گویا اینها سابقه شون به بدی اینها بندگران نبوده، سابقه شکنجم نداشتند، رو رد کردن این مجلس. یک کسی دیگه هم هست بین اینها، گویا به شغل شریف عرض می شود که شکنجگری هم مشغول بوده. باری امشب برای اینکه یک نمونه زنده و روشن خدمتتون عرض کنیم، در واقع یک نمونه با سرکار خانم بهاره منشی رودسری صحبت میکنیم، متولد 1363 در تهران، در زندگی مخفی به دنیا آمده. پدرشون فعال سیاسی بودن و مخفی میگن به دنیا آمدن و بعد پدر و مادرش در سال 1362 به دلیل دستگیری‌های پی در پی کار و دانشگاه رو رها کرده و به زندگی مخفی روی آوردن و بهاره و برادر کوچکش نیز در همین سال‌های زندگی متولد شدند. در سال 1365 بهاره همراه با پدرش عباس علی منشی رودسری و مادرش بانو صابری و برادر 4 ماهش بیژن در خانه خود دستگیر و زندانی شدند. بچه‌ها هم بردن زندان. بله، بهاره 2 سال و 5 ماه حدود 3 ماه در زندان کمیته مشترک با مادر و برادرش بودن، تا اینکه بعد بچه‌ها رو رها میکنن. حالا از زبان خودشون میشنویم که پدرش گویا 5-6 سال محکومیت داشته، دادگاه تشکیل شده بوده، اما با این همه گرفتن و تیرباران کردن و بعد خانواده تنهاست از کشور خارج شد. ازرف اینجا انقدر گرم هست، بندم عرض کنم که خیلی با این گرما در واقع توان زیادی ندارم برای تحملی، بخاطر این فشار خونی که دارم. نه که اجازه بدین یه موزیک بشنویم، من ببینم برای این گرما چیکار میتونم بکنم، بعد برمیگردم خدمت. با درود بر هموطنان گرامی، خانم بهاره روی خط هستن. درود میرسم خدمت شما خانم بهاره. سلام علیکم، حال شما خوب هست آقای مشیری؟ مرسی، مرسی عزیزم. فامیل شما منشی رودسری هست، درسته؟ بله، ولی ما اینجا با منشی. بسیار خوب خانم منشی، شما متولد 1363 هستین؟ بله. خب بفرمایید ببینیم که این داستان خاطرات شما هم بایستی واقعا حیرت انگیز باشه. شما کودک بودید در واقع وقتی که پدر مادر شما رو دستگیر کردن، میتونید خدمت هموطنان بفرمایید که چه شد، چه بود داستان؟ پدر شما فعال چه گروهی بودن و به چه دلیل دستگیر شده بودن؟ شما رو چرا دستگیر کردن؟ من بابا فدای اکثریت بودن، ما رو هم دستگیر کردن که اون زمان داخل من بگیر بگیرهای خیلی زیادی بود و اکثرا میخواستن کسی نفهمه که یه عده رو گرفتن که بتونن بقیه رو بگیرن، به خاطر هم میخواستن ما با
شوهر خودم سیاسی بود، شوهر عمم سیاسی بود، عموم سیاسی بود، به خاطر هم خواستن که اونها نفهمن که ما دستگیر شدیم. آه بله بله. بعد پدر شما در زندان بود که شما رو دستگیر کردن، یا اینکه همه با هم دستگیر شدیم؟ نه ما همه با هم دستگیر شدیم، ما همه خونه بودیم. اومدن مامانم یه تیکه خاطره یه بار نوشتن که اومدن توی خونه و مامان نداشتن میخندیدن، بهشون گفته بود که بابام گفته بود که چرا زنگ نزدین، بعد پسره گفته بود که ما زنگ زدیم ولی شما اینقدر صدای قهقه خندتون بلند بود که صدای ما رو نشنیدین. آها. مامان گفته بودن که زودی برمیگرده، چون مامان گفته بود من برای بچه‌ها بر شیر و لباس و اینا، برای گفته بود که نه شما زودی برمیگرده، ما فقط چند تا سوال داریم ازتون. و بعد دیگه ما رفتیم که زود برگشتن شد 3 ماه بعد برای من و برادرم و برای مامانم تقریبا 11 ماه و بابا هم که هیچ‌وقت برنگشت. بعد شما رو به کمیته مشترک بردن، نه؟ بله. خب در اونجا چه گذشت؟ یعنی زندگی شما به عنوان یک بچه چگونه بود؟ با مادرتون بودین؟ چگونه بود؟ از بام تا شام چه میگذشت به شما اونجا در زندان؟ با مامان بودیم. خب اکثرا من 2 سال و 5 ماه هم بود، برادرم 4 ماهش بود، 3 ماهش بود در واقع. اون کمیته مشترک سلول سلوله، یعنی همه کسانی که راهشون به اونجا افتاده که در زمان شاه البته اونجا ساخته شده است و اینها توی شهربانی بود و میگفتن که سلولی هست و در واقع یک در آهنین که یک سوراخی روی اون در بود و یک چیزی شاید در 1.20 متر در مثلا 2 متر سلول سیمانی. شما در اون سلول بودین؟ بله ما در اون سلول بودیم با مامان و برادرم. یعنی شما 3 نفر در یک سلول بودین؟ بله بله. آها آها. بعد چه شد؟ من میگم 2 سال و 5 ماه هم بود، برادرم بیژن 3 ماهش بود. مامان میرفت بازجویی، ما رو هم باید با خودش میبرد که مثلا من جز اولین حرفایی که اولین کلمه که میگفتم هر وقت در سلول باز میشد میگفتم اه بازجویی داریم، بازجویی داریم، مثلا بچه 2 ساله. آها بازی خودش برای شما تفریحی بوده؟ نه فکر نمی کنم، حالا شاید هم تفریح بود، بالاخره از اون سلول که دارم. بله دیگه یک تغییری بوده در واقع، اگه نگویم طبیعی تغییری بوده، یک کسی میاده در میزده در واقع صحبت میشه در اون سلول تاریک. خب شما چیز غیر عادی در زندان چه دیدید که به یادتون مانده؟ من خیلی بچه بودم، من فقط یادمه که وقتی که خیلی کوچیک بودم خیلی به آفتاب حساس بودم، برای اینکه یعنی همین الانم چشمام خیلی سریع زود درد میگیره، بدنم درد میگیره وقتی که زیاد تو آفتاب هستم، به خاطر اینکه ما زیاد آفتاب نمیخوردیم، هر 2 هفته یه بار 15 دقیقه به ما هواخوری میدادن، به خاطر همین ما اصلا عادت نداشتیم، مثلا اینکه چشمامون آب میومده، بدنمون قرمز میشده، بچه بودیم، به خاطر همه هنوزم که هنوز اون روی من اثر، بچه که بودم که خیلی زیاد اثر داشت تا 4 سالم که بود. و چیزای دیگه هم که پشت در سلول ما ضد هوایی می‌زدن، بعد من هنوز از صدای رعد و برق یا موتور که از کنارم رد میشه میترسم، شبا که رعد و برق میزنه با مامان جفتمون بیدار میشینیم، ولی هیچ کدوم به هم دیگه نمیگیم که چرا بیداریم، فقط از صدای رعد و برق خوابمون نمیبره، وقتی که تموم میشه احساس آرامش میکنیم دوباره میخوابیم. آه عجب عجب عجب. خب بعد مادرتون رو مرخص کردن اینجوری که میفرمایید؟ بله مامان تقریبا 11 ماه مثلا که توی زندان بودن که با قید وثیقه آزاد شدن. با قید وثیقه آزاد شدن که بعد برون دادگاه، درسته؟ فکر میکنم بله، منتها بعدش که دیگه بابا رو اعدام کردن با مامان دیگه زیاد کاری نشد، هر دفعه میخواستنش بیاد اطلاعات و ستاد خبری اون موقع بهش میگفتن بیاد اونجا سر جواب پس به سر سال بپرسن ازش، توهینای معمولی که همیشه میپرسن، ولی برای دادگاه دیگه مامان رو نمیدن. آها آها.
خب بعد راجع به پدرتون بفرمایید چی شد. بابا سال 65 که دستگیر شد، سال 67 اعدام شد، سال 66 بهش حکم 6 ساله دادن و یا 67 شهریور 67 که یعنی مرداد 65 دستگیر شد، 67 شهریور 67 که اعدام شد، 2 سال از حکمش هم گذرونده بود که توی اون کشتار زندانی های سیاسی سال 67 با حضور زادگاه سه نفر، همون آقای پور محمدی و نیری و اون یکی اشراقی، پس به حکم اونها کشته شده پدر شما؟ بله دیگه، بله. عجب. خب بعد که پدر شما رو تیربارون کردن کشتن، این آقای پور محمدی الان تصویر شما نمیبینید، روی تلویزیون هست، این دراکولا، یعنی دراکولا خیلی 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 چهرش عرض کنم که دلنشینتر از این آدمه. بعد چه شد؟ بعد به ما که هیچ نگفتن. خب از تقریبا خرداد ماه بود که زندان چیز خرداد فکر میکنم بود، من البته تاریخشو دقیقا یادم نمیاد چون من خیلی بچه بودم، تاریخ ها برام نمیذاشت، فقط میدونستم 14 روز بعد بگذره بابا رو ببینم، ولی خرداد ماه بود که ملاقات ها هی تقلق بود و بعد هم قطع شد کامل، هی و هر دفعه بهونه می آوردم، میگفتن زندانیا درگیری ایجاد کردن، یه موقعی میگفتن که زندانیا میخواستن فرار کنن، یه سری شایعه هایی میگفتن که هست و به خاطر همین ممنون ملاقات هستین دیگه. تا دیگه شهریور هر مامانا هی میرفتن گفتن که مثلا شوهرای ما کجان، میگفتن ما هنوز ملاقات نداریم. تا 25-28 آبان عمه من با پدر بزرگم و بچهش میرن تهران دم اوین و اونجا بهشون میگن که، یعنی خب عمه من میرفت که شوهرش رو ملاقات کنه، شوهر اون حکمش رو گذرونده بود و بعد آزاد میشد، که پدرم هم در آخر ملاقات به پدر بزرگم گفته بود به هر سری و هر طریق میتونید سری یه وثیقه بیارید و بهروز رو از زندان ببرید. بله، میدونم که قرار بود چی بشه. اما هم رفته بود که اونجا ملاقات کنه، رفته بود پرسیده بود که اسم مامامو، گفت به یه عده میگفتن شما اینجا نیستید برید یه جای دیگه، به یه عده میگفتن که شما برید الان خبری نیست، به یه عده میگفتن که شما مثلا ساعت بعد از ظهر بیاین دم اوین. بعد عمم گفت ما بعد از ظهر که رفتیم، هر کسی که میرفت تو با یکی دو تا سه تا ساک برمیگشت و میگفت مثلا اعدام شده، پسرتون اعدام شده. گفت پدر بزرگ من مثلا که میره تو و وقتی که میاد بیرون عمه من میبینه ساک دستش نیست و میگه خوشحال میشه و میگه که حتما هیچ چیزی نبوده، عباس رو اعدام نکردن. که پدر بزرگم بهش میگه که دخترم من برام ساکای بابات ساکای برادرت خیلی سنگین بود، نتونستم بیارم، تو برو بیار. که اونجا که عمه من میره ساکا رو بیاره، به پدر بزرگم میگه برو خدا رو شکر کشتیمش، این پسر دیگه نه برای تو پسر میشد نه برای این برادر در واقع. و که عمم برمیگرده میگه نه پسر تو خیلی هم آزاده بود و از این حرفای اینطوری و بعد هم ساکای بابا بردن. که پدر بزرگم میره شمال و زنگ میزنه به مادر، به خانواده مادر یه من و خبر میده که خب خانواده من خوش رو برداشته بود و فهمیده بود و بعدش به ما گفتن، ولی خب به ما هیچ وقت نگفتن کجا خاک کردن یا سنگ قبری یا حتی هنوز هم نمیگن که توی خاک کرد. ما خانواده های اعدامی های سال 60 هاشون به خاوران باز بود و میرفتن، وقتی که میرن اونجا میبینن که خیلی بوی تعفن میاد و خیلی عجیب هست، خیلی نرمال نیست، مثل همیشه نیست. که یکی اونجا داد میزنه میگه که این نگاه کنین یه دست اینجا هست، اینا خلاصه این خاکا رو میزنن کنار و میبینن که بچه ها رو همه رو دست جمعی توی کانال، توی چهار کانال کنده بودن، از دیوار اون طرفش و
قبرستان ارامنه هست، اون این طرفش هم قبرستان بهایی ها هست که بهش میگن لعنت آباد خود جمهوری اسلامی. این ورم به مال ما رو هم میگن مال مرتدین یا همچه چیزه. بله مرتد، بله بله. چهار تا کانال کردن از دیوار تا این ور که به طرف در باشه و همه رو اونجا توش کرده بودن. یه سری عکس هست که گرفتن و تو اینترنت الان عکس هست که بعد اونا میفرستن خارج و چیز میکن. یعنی در واقع پدر شما هیچ اطلاع نداشت که کی اعدامش میکنن میکشن و نه ما خبری نداشتیم تا الان که مثلا مدت ها مثلا به از وقت صحبت کردیم کسایی بودن که مثلا توی اون بند با بابا بودن یا با کسایی بودن که با بابا بوده به ما خبر دادن که چه اتفاقی افتاده و چه جوری بابا رفته که معلوم شده شیشه شهریور روی البته روی گواهی فوت بابا هست شیشه شهریور. هیچ وصیت نامه چیزی به شما نرسید که بابا چیزی گفته که بماند؟ نه وصیت نرسید و گفتن حلقه هاشون هم که گفتن نه، ولی پدر من خودش نامه ها و شعر می نوشت. بابا شعراش و اینا رو جاسازی کرده بود توی فاکش و حلقش رو هم جاسازی کرده بود توی یکی از جیبای شلوارش که عمه من که به مامانم داد به مامانم گفت من همه جاش رو گشتم هیچی توش نیست. بعد مامان من چون آشنایی داشت با دار بابام یکی یکی گشته بود و همه رو پیدا کرده. حلقه بابا رو الان ما داریم اینجا و شعرهای بابا منطقه نه چیزی گفته بودن وصیتی نکرده. عجب عجب. خب بعد چه شد؟ بعد شما مامان تصمیم میگیرد که شما رو از ایران خارج بکنن. بله مامان تصمیم نداشت تا اینکه خیلی اذیتش کردن توی ایران، خیلی هی میخواستنش، هر یک ماه دو ماه یه بار میخواستنش، بهش توهین میکردن و اذیتش میکردن تا بار آخر بهش گفتن که پسرت هم بیار ما شنیدیم خیلی پسر خوبیه. بعد مامانم گفته آره، گفته بودن خیلی پسر خوبیه مثل خود عباس میمون بابا. آها. آره این عباس میمونه جون میده خیلی خوبه جون میده واسه کشتن. و بعد از اون مامان ترسید و ما رو از ایران آورد بیرون و متوجه نشدن تا ما وقتی که ما رسیدیم آمریکا فهمیده بودن که ما رسیدیم از ایران بیرون. آها آها آها. پدر شما موقع اعدام چند سالشون بوده؟ خانم بهاره 28 سالش بود. بله. خب شما در این مدت به ایران که بر نگشتین یا برگشتین؟ نه من بر نگشتم، یعنی هیچ کدوم بر نگشتیم. خب شما الان تو آمریکا زندگی میکنید، در این محیط دموکراتیک زندگی میکنید، چند سال 10 سال آمریکا هستین به من گفتین یا بیشتره؟ چند سال اینجا هستین؟ 14 سال. و خاطراتی هم از ایران دارین. تفاوت مهم سیستم استبدادی مثل جمهوری اسلامی با سیستم دموکراتیک مثل آمریکا چه چیزی است؟ اگر شما بپرسن چه جواب خواهید داد؟ سیستم دموکراتیک به نظر من حالا سیستم استبدادی رو نمیشه تعریف کرد، چون واقعا سیستم استبدادی تعریفی نداره، هر جوری که دلشون میخواد برخورد میکنن. الان شما به مصر هم که نگاه کنید، توی ایران نگاه کنید، دولت از عربستان اینا همه جوری که بخواستون بخوان رفتار کنن. ولی دولت دموکراتیک به نظر من دولتیه که از به مردمش دموکرات بودن رو یاد بده، نه اینکه به زور قانون بخواد چیزی رو بهشون تحمیل بکنه. توی آمریکا واقعیتش اینه که اکثرا بچه‌ها از بچگی یاد میگیرن که با آدم‌ها نظرات و ایده ها و همه چیزهای مختلف زندگی بکنن و هم دیگر رو بپذیرن. حالا اگر قرارم نیستش که بپذیرن، مسالمت آمیز زندگی کنن، زور نگن، هم دیگر رو نکنن فقط به خاطر به صرف اینکه یک نفر یا ایده ای داره. و خب این چیزیه که توی ایران هنوز دولت اینو نشون نداده خودش که بدتره و مردم هم اکثرا اگر که بخواییم نگاه وقت صحبت میکنی اگر باشی واقعا نمیتونی صحبت کنی توی یه جمع اگر مخالف یه جمع باشی، چون سرکوب میشی تو همون جمع 10 نفره. و فرقش اینه دیگه، چون که ما
هنوز توی دولت‌های استبدادی مسالمت زندگی کردن با عقاید مختلف رو نمیتونید. در واقع یعنی آزادی بیان و نیست و حقوق انسان محترم نیست، اینو میخوام بفرمایید. آزادی بیان هیچی، آزادی بعد از بیان هم نیست آخه. آها بله بله خیلی خیلی ممنون. خب شما خودتون سیاسی هستین یا در واقع فعالیتی میکنید؟ من خودم فعالیت سیاسی نرستشو بخوایم، من بیشتر فعالیت حقوق بشری میکنم، هم توی ارگانیزیشن خارجی هم ارگانیزیشنی که توی ایرانی هستن یا توی ایران هستن یا ایرانی هستن، چون به قول برادرم میگه که من زندگیمو به خاطر سیاست از دست دادم، دیگه نمیخوام توش برم، به اندازه کافی واسه سیاست قیمت پرداختم، به خاطر همین ترجیح میدم حقوق بشری کار کنم. بسیار بسیار خوبه. بسیار بسیاری از سیاسیون قدیم امروز تو کار حقوق بشری هستن، خیلی خیلی هم خوب هست. خب شما ببینم خانم بهاره، شما درباره این انتخابات ایران چه میفکر میکنید؟ من مخالف رأی دادن بودم، منتها من مثلا که من که توی ایران زندگی نمیکنم، نمیتونم که توی ایران تصمیم بگیرم، ولی واقعیتش اینه که من شخصا فکر میکنم که این ائتلافی که روحانی انجام شد بیشتر برای خوش کردن مردم بود، به خاطر به قول معروف دادن بود و بریدن صداشون که بتونن به کارشون ادامه بدن. یعنی واقعیتش اینه که الانم با کابینه‌ای که روحانی انتخاب کرده، با اون سخنرانی که توی مجلس کرد و گفتش که یه سری اردو کشی کردن، در واقع حرفای رهبری رو کاملا تایید کرد. بله یه مش خس و خاشاک و حالا گفت این وریام شاید یه خورده زیادی اوور ریاکت کردن یا بیشتر چیز خیلی برخورد تندی نشون دادن، در واقع داشت به مردم میگفت دیگه، گفت شما هم اردو کشی کردین. به خاطر همین من فکر میکنم واقعیتش اینه که این چیزی بود که دولت میخواست، یعنی دیگه نمیتونستن یکی مثل احمدی نژاد رو بیارن، چون مردم دیگه واقعا به اینجاشون رسیده بود، روحانی رو آوردن که به قول معروف یه آبی بریزن رو آتیش. بله بله همینجوره. خب شما، خیلی ممنونم از شما خانم بهاره. شما مطلبی هست که به نظرتون میرسه با هموطنان صحبت کنی بفرمایید. من یکی فقط میخواستم که صحبت کنم راجع به این که ما توی خاوران هنوز نمیتونیم بریم، هنوز یعنی بچه ها قبلنا خب سعی میکردم که دو ماه آخر سال رو بریم، یه روز حداقل توی شهریور که سالگرد اعدام هاست بریم، یا به هر حال هر دفعه بتونیم یه جمعه رو بریم، ولی الان مدت در اونجا رو بعد نگهبان هست، ما رو اجازه نمیدن بریم، یعنی اون دوستایی که توی ایران هستن رو اجازه نمیدن برن، و معمولا هم اگر که موقع سالگرد ها میشه اذیت میکنن بچه ها رو، خانواده ها رو، و بیشتر دوست دارم که اینو بتونیم حداقل به ما که هیچ حق و حقوق ندادن به هر حال به عنوان پدرمون که ما پدرامون رو از دست دادیم، هیچ قبری هیچی هم ازش رو نداشتیم، ولی حداقل یه، من میگم یه مشت خاک، واقعا یه مشت خاک رو به ما نمیتونن ببینن، اگر بتونیم حداقل ما اون یه مشت که واقعا برامون پدر بوده و تمام روزای تنهایی مادر پر کرده رو بهمون برگردونن، کمترین کاریه، یعنی کمترین کاریه که میتونن در حق ما انجام بدن. خیلی از همه دوست دارن که اینا بمیرن، ولی من دوست دارم که حداقل به یه کلوژر میگیم ما، بله، چیزی برسیم که حداقل بدونیم چرا، به چه حقی همچین کاری کردین با پدرای ما، با خانواده های ما. به هر حال ما زمانی که ملاقات هم میرفتیم خیلی ما رو اذیت کردن، تو همون ملاقات ها، تو بعد از ملاقات، بعد از اعدام ها توی همون خاوران خیلی ما رو اذیت کردن. من میخوام بدونم که چرا، به خاطر همین امیدوارم که ایشونشون نمیرن و جوابگو باشن حداقل. صحبت این خاوران کردین، این جایی یه جای پنهانی بود درسته، و معلوم نیست چه کسی اونجاست، این پدر و مادرهایی که
در واقع جمع میشدن هر سال که حالا میفرمایی در اونجا رو بستن و ممانعت میکنن، این رو به عنوان یک سمبولی استفاده میکنن یا واقعا میدانن که چه کسانی در اونجا هستن؟ چگونه از داستانی خبر؟ اون کسایی که سال 60 اعدام شدن که چرا مشخص بود اونا اونجا خاک شدن، ولی مال دوران 67 رو از همونجور که گفتم بچه ها رفتن و مسلما همشون که اونجا خاک نشدن، بیشتر از 4700 نفر اعدام شدن توی اون سال. بله، توی همه زندان های چیز جمهوری اسلامی و همه اونجا خاک نشدن، ولی خواهی که تقریبا میدونن که از گوهردشت و اوین اکثرا اونجا هستن، یعنی اون ما که مرتدین بودیم. مجاهدین رو اونایی که زودتر فکر میکنم اعدام کردن رو همه رو بهش دهرا خاک کردن چون اونا مسلمون هستن. ماها که چپی بودیم به هر حال چپی بودیم دیگه، مسلمون نبودیم، ما رو همجور ریختن توی چیز. ولی اون اکثرا اونایی که تو اوین و گردشت مثل این که اعدام کردن همه رو اونجا خواهدن تا اونجایی که من میدونم. آها ولی خب توی شهرستان ها هم خاوران های مختلف هست، چند تاشو کشف کردن، چند تاشو بچه ها پیدا کردن، خانواده ها پیدا کردن، چند تاش خیلی هاش هم نیست واقعا، که همین مثل دولت قذافی هم وقتی که رفت تمام این کشتارهایی که انجام داده بود مشخص شد و این ویرهاس هایی که توش آدم ها رو کشته بود باز شد و مشخص شد که این چقدر آدم کشته. حالا شاید اینا هم برن ما بتونیم مشخص کنیم که چه کسایی رو خاک کردن. بله بله، همینجوره. از شما خیلی سپاسگزارم که زحمت کشیدید و در واقع خاطراتتون رو در مربوط به خودتون و اون چی بر خانواده شما رفت با هموطنان در میان گذاشتین. از شما خیلی ممنونم خانم بهاره. من از شما خیلی ممنونم، متشکرم که وقت در اختیار من گذاشتین. درود بر شما، خداحافظ شما. هموطنان گرامی، صحبت میکردیم با خانم بهاره منشی. کودک بوده است که رو به زندان بردن و بعدم از اتفاق مادرشون آمدن، پدرشون هم که شنیدید که تیرباران کرد. خدمت شما عرض کنم یک سخنی خمینی گفته است، این خیلی خیلی مهم هست. فکر کنم 18 اپریل گفته است این مرد این سخن رو، 1980 اگر اشتباه نکنم، که ما از محاصره اقتصادی نمی ترسیم، ما از مداخله نظامی نمی ترسیم. تاریخش رو من درست بیاد ندارم، در ذهنم اون چه بود گفتم. ما از این دانشگاه ها می ترسیم، ما از این دانشگاه های خارج می ترسیم که اینها بیاین و چیزهای غربی به ما یاد بدن. در واقع میگو ما از معرفت میترسیم، ما از دانش میترسیم، ما از توسعه فکر میترسیم. و راست میگفت، این در واقع واقعی ترین حرفی که خمینی زده این بود. و بعد اولین حمله که شد به دانشگاه یا دانشکده هرچه از تربیت معلم بود و بعد سرتاسری به دانشگاه حمله کردن و حدود 2 اگه اشتباه نکنم به کل بسته بود دانشگاه ها که اینها بتوانن اسلامیزه بکنن، این تعلیمات عالیه اسلام رو مدون بکنن، اینا که چیز در دستشون نبود، مدون بکنن و پاکسازی بکنن در حوزه دانشگاه ها، که همین آقای سروش هم از فعالان بوده و دیگران، و بتوانن این سیستم پربرکت اسلامی رو اونجا در واقع به عمل بیاورن. و دیگران هم که از دور نگاه میکردن، مردم مثل مردم مصر و شمال آفریقا و جاهای دیگه، اینها به وحشت افتادن که نکند یک روز این بلا به روز ما بیاید و این اسلام عزیزم بخواد به ما حاکم بشود. این نبردی که در مصر هست در واقع در عکس العمل به قدرت طلبی اسلامیون هست که داره انجام میشه. که خدا نکند که اینجا هم یک آقای خمینی بیاد و این قوانین پربرکت اسلام رو که برکتش واقعا دنیا رو آباد کرد، شما نگاه کنید به این کشورهای اسلامی، شما یک
یک جامعه مترقی که اندک وضعیتی داشته باشه و چهار رو متفکر درش به وجود آمده باشه ما سراغ نداریم آقا، سراغ نداریم. این از برکاتش البته. عبرت گرفتن، ایستادن و واقعا روشنفکران مصر بسیار بسیار در واقع مشاهدگر کجروی بودند و این مصیبت بزرگی که با آمدن اسلامیون و اسلامیزی کردن مصر ممکنه به سرشون بیاد اینا زود متوجه شدن. حالا بعضی دوستان میگن این دموکراتیک بوده، این عرض کنم انتخابات باعثی اونها میرفتن رأیشون رو جمع‌آوری میکردن و تبلیغات میکردن و در انتخابات بعدی میامدن، اما این رو تصور نمیکنن که اگر کارهایی کرد مثل آقای خمینی چه میشد که آمد جنرال ها رو همه رو بکشی، شما ارتش رو از میان برداری، یارگیری بکنی، بعد شروع بکنی به حذف همه مخالفین و همه مراکز قدرت رو به دست بگیرید، اون موقعی که دموکراسی نیست که شما بخواید رأی بدید. خب نظر به این که عرض شود که روزگار ما به اون خوبی نیست که باید و وارتان گرامی هم از ساعت یک بوده است، قرار بوده است که 8:30 ایشان بروند منزل و منتظر بنده هم نبودند، این است که برنامه رو در همین جا میبندیم تا برنامه دیگر که دوشنبه خواهد بود شما رو به خداوند بزرگ ایران زمین میسپارم. درود بر شما. جاوید ایران زمین. زنده باد آزادی.